سلام به شما بینندگان عزیز تلویزیون تصویر ایران. انشالله در هر کجای دنیا که هستید در تندرستی و شادی به سر میبرید. با تشکر از توجهتون به این برنامه، همونجور که همیشه خدمتتون عرض میکنم، یک برنامه کوتاه سایکو ایژوکیشنال هست که یه سری اینفورمیشن ها و اطلاعات به شما میده در رابطه با مسائلی که به طور روزانه ما باهاش دست و پنجه نرم میکنیم، مسائلی که باعث میشه که خیلی از انسان ها به بنبست های فکری و روحی برسن و پیشگیری ازش و دانش و آگاهی ازش میتونه خیلی کمک کنه به اینکه چگونه باهاش برخورد کنیم و چگونه مسائل رو در زندگی حل کنیم. یکی از مسائلی که بسیار من باهاش مواجه میشم و یعنی در واقع از من سوال میشه و مراجعه کننده خیلی هستش، این در رابطه با مسئله استرس هست. بسیاری مواقع سوالی که از من میشه اینه که من چطوری میتونم استرس تو زندگیم نداشته باشم، که من همیشه گوشزد میکنم که اصولا این سوال غلطه که من چطوری میتونم استرس تو زندگیم نداشته باشم. استرس یا همون تشویش های فکری و ذهنی یک قسمتی از زندگی هستش. زندگی که بدون استرس و تشویش های فکری و ذهنی و بالا پایین ها و پستی و بلندی ها باشه وجود نداره. و سوال درست در واقع اینه که من چطور میتونم با این تشویش های ذهنی و استرس ها مواجه بشم، چطور میتونم باهاشون مقابله کنم و راه حل های درست رو پیدا کنم. بنابراین اولین راهمون اینه که اولین قدم اینه که طرز فکرمون رو عوض کنیم در رابطه با مصائب زندگی. مصائب زندگی، پستی بلندی هایی که به ما استرس میده. اگر که بخوایم منتظر اون روزی باشیم که یک زندگی داشته باشیم که یا سبک زندگی داشته باشیم که اصلا توش استرس نباشه، یه مقدار توقع شاید واقعا نابجاییه. چون زندگی به خصوص در این قرن 21 با این زندگی ماشینی و سرعت نور که داره دنیا زندگی پیش میره، غیر ممکنه توش بالا بلندی پستی و بلندی نباشه، بالا پایین نباشه و غیر ممکنه که ما با مسائل فکری و تشویش های فکری و مصائب و مشکلات مواجه نشیم. ولی آنچه که ممکنه و آنچه که امکانش هست اینه که چگونه میتونیم باهاش مواجه بشیم، چگونه میتونیم بهش نگاه بکنیم و چطور میتونیم راه حل ها رو پیدا بکنیم. رست و پنجه نرم کردن با این گونه استرس ها و این گونه طرز تفکر رو داشتن که من میتونم با مشکلاتم مواجه بشم و چگونه باهاشون مواجه بشم و یه مقدار مثبت بهشون فکر بکنم، یک مسئله ایه که در طول دوران یادگیری از همون دوران طفولیت ایجاد میشه. یعنی اینها شخصیت های یادگیری هستش. ما شخصیت هامون بر اساس یک سری مسائل شکل پیدا میکنه، مسائل ژنتیکلی، مسائل پیرامونی و یا محیطی و مسائل روانی و روحی و فکری، ولی پایه و اساس اصلیش یادگیری هامون هستش. چون مغز انسان اونجوری که سیم کشی میشه، وایر میشه، بر اساس یادگیری هایی هستش که از دوران طفولیت داره. حالا درسته که خیلی از ذات و پرسونالیتی و شخصیت و مسائل دیگه هم میتونه توش دست داشته باشه، ولی یادگیری های ما آدم ها، طرز تفکر و نگاهمون به مسائل خارج از خودمون بسیار مهمه و شکل گیرنده شکل میده به شخصیت هامون و طرز فکر هامون. بنابراین یکی از مسائلی که متاسفانه در فرهنگ ما هم خیلی وجود داره و بسیاری از فرهنگ ها اینه که وقتی یه مسئله‌ای به وجود میاد، فرض کنین مثلا سن ما خیلی کمتره، 7 ساله، 8 ساله، 10 سالمونه و زیاد قدرتی از خودمون نداریم توی خیلی از مسائل و به پدر و مادر و تکیه میکنیم و افرادی که ازمون دارن نگهداری میکنن تکیه میکنیم، وقتی یه مشکلی پیش میاد در زندگی ما داریم یاد میگیریم که اون مشکل رو چجوری باش مواجه بشیم، چطوری بهش فکر بکنیم با الگو قرار دادن پدر و مادر هامون. برای مثال فرض کنیم وقتی یک پدر یه خانواده شغلش رو از دست میده، اون چه که ما میشنویم اینه که
یک حالت فاجعه به وجود اومده، دیگه حالا پول نداریم، حالا ممکن تو خیابون بیفتیم، بر اساس ناراحتی ها ممکنه مشاجره و دعوا تو خونه پیدا بشه و ما مرتب این کلمه دلشوره رو میشنویم. بنابراین یادگیری ها و سیم کشی های مغزی ما روی این خواهد بود که اگه یه روزی من کارمو از دست بدم محکوم به فنا هستم. و همینطور که میبینیم این مسئله وجود داره در سنهای بالاتر، وقتی که ما سر کار هستیم، وقتی که خدای نکرده کارمون رو از دست میدیم، به یک بنبست فکری و روحی میرسیم. چرا؟ چون مغز ما سیمکشی رو که از قبل داشته، طرز برخوردی رو که از قبل داشته با این استرس فکری که از خارج اومده و نداشتن کار هست، یاد گرفته که اینجوری برخورد بکنه. بنابراین بعد از اون نقطه‌ای که این اتفاق میفته، از لحاظ روحی و فکری انسان‌ها شروع میکنن سرازیری رفتن، افسردگی پیدا کردن، اضطراب‌های فکری پیدا کردن، منفی بودن و متاسفانه بسیاری از مسائل و روابطشون هم میتونه از هم بپاشه. بنابراین یکی از بزرگترین خدمت‌هایی که میتونید در برای خودتون بکنید و یکی از راه حل‌ها و قدم‌هایی که میتونید بردارید اینه که روی این فکر بکنید که برداشت ها و نگاهتون رو به مسائل زندگی عوض بکنید. سعی کنید که اتفاقهایی که در بیرون از زندگی ازتون میفته همون جوری که هست ببینید و برداشتی رو که در مغزتون میشه بزرگترش نکنید، فاجعهش نکنید، مگنفایش نکنید. به قول معروف میگن مگنفاینگ تراجدیز، یعنی شما میایید میبینید که از کار اخراج شدید، بعد توی ذهنتون اینو یک میذارید زیر ذره بین و یک فاجعه ازش میسازین و متاسفانه اون کمیکال های مغزتون مرتب منفی بودنش و منفی بودنش روی اعصابتون، روانتون، روحتون و فکرتون تاثیر میذاره. استرس به دو دسته تقسیم میشه، یه استرس مثبت هست، یکی استرس منفی هست. شاید بعضیا، من وقتی هر دفعه اینو مسئله رو توی کلاس ها مطرح میکنم، خیلی ها تعجب میکنن که مگه استرس مثبت هم میتونه باشه. بله میتونه باشه. چرا؟ استرس مثبت چیه؟ استرس مثبت اونه که فرض کنی یه دانشجو وقتی که امتحان نهایی داره یا یکی از امتحانات شروع شده یا یه کتابی رو بعد بخونه یا یه پروژه‌ای داره، اون استرسی که باعث میشه که بره این کار رو انجام بده، اون ددلاینش رو انجام بده، اون تاریخی رو که معلم بهش گفته باید حتما این کتاب تموم بشه، پروژهش تموم بشه، انجام بده، اون تشویش یک ذره استرابی رو که داره برای اینکه به کارهاش برسه و برای اینکه قدم‌های مثبت برداره و به نتیجه مطلوب برسه، اون رو بهش میگن استرس مثبت. این همون استرس و انگزایتی مثبتیه که باعث شد انسان به انسان بشه، یعنی به راز بقای انسان کمک کرد. وقتی که انسان‌های قارنشین از تاریکی ترسیدن و استراب تاریکی رو داشتن، اون استراب و تشویش باعث شد که آتیش رو کشف کنن. وقتی که گشنگی کشیدن یا وقتی که مثلا فرض کنین دیگه میوه و درخت و چمن و گیاه خاری کمکشون نمی کرد و استرس و یه مقدار انگزایتی و تشویش های گرسنگی بود، باعث شد شکار رو یاد بگیرن، باعث شد دستگاه ها و ابزار شکار رو کشف بکنن، باعث شد غار رو کشف کنن، خون غذا رو کشف کنن، خونه رو کشف کنن، پناهگاه رو کشف کنن. بنابراین استرس های مثبت به طور خیلی ژنتیکلی در ما پروگرام شده، برنامه ریزی شده. وقتی که میخوایم یه خونه بخریم، وقتی که میخوایم یه خونه اجاره بکنیم، اون یه مقدار استرسی رو که داریم که زودتر باید این کار رو انجام بدم، زودتر باید اسباب کشی بکنم، باعث میشه که قدم‌های مثبت‌تری برداریم و به اون تاریخی که باید فرض کنین این خونه رو ترک کنیم بریم تو خونه جدید، اونو انجام بدیم. بنابراین به این میگن استرس مثبت. استرس مثبت دیگه از مثال‌هاش این هستش که فرض کنین شما شروع میکنین یه مقدار متوجه شدن و آگاهی داشتن به این که یه مقدار وزنتون زیاد شده. حالا یا میتونید بشینید قصه بخورید و با قصه خوردن هی بیشتر غذا بخورید و بیشتر وزنتون زیاد بشه، یا اینکه استرس مثبت بهتون میگه من باید یه کاری برای این انجام بدم و شروع میکنید ورزش کردن، شروع میکنید تغذیه‌تون رو عوض کردن و نتیجه مطلوب گرفتن.
استرس منفی متاسفانه استرسیه که باعث میشه که بر اساس تحقیقات علمی هم نشون داده شده که باعث میشه که انسان‌ها بسیار مریض بشن، مریض روحی، فکری و جسمی، برای اینکه بدن و ذهن با هم دیگه کار میکنه. شما اگه بدن مریضی داشته باشید، ذهن، روح و روان سالمی نداری. اگر روان و فکر سالمی نداشته باشی، بدن سالمی هم نداری. و استرس منفی تحقیقات علمی نشون داده که پایه و اساس بسیاری از بیماری ها هستند. بیماری های دایجستیو سیستم یا جهاز هاضمه، بیماری هایی مثل سردرد، پشتدرد، کمردرد، استخوندرد و حتی در بسیاری از موارد سرطان، بیماری های فکری و روحی مثل دپرشن، افسردگی، انگزایتی، استراب و بسیاری از بیماری های دیگه. استرس منفی تمرکز کردن روی منفی های اتفاقی که برای ما افتاده، یعنی اون اتفاقی که برای ما میفته دیگه اصلا مشکل نیست. مشکل اون طرز کاریه که در ذهن من باش انجام میشه، اون برداشتیه که در ذهن من باش انجام شده. به خصوص فرض کن، این مثال من برای این میزنم چون در حال حاضر بسیاری از آدم‌ها با این مسئله مواجه هستن، مسئله اقتصادی، از دست دادن خونه و یا از دست دادن کار. درسته که از دست دادن هر کدوم از اینها بسیار سخته و سنگینه، ولی استرس منفی یعنی تمرکز فقط روی از دست دادن، تمرکز فقط روی اینکه من دیگه کارمو از دست دادم، من دیگه خونمو از دست دادم. و بعد اون یادگیری‌های فرهنگی میاد که بدبخت شدم، بیچاره شدم، حالا تو خیابون میافتم، حالا چی کار کنم، حالا تمام این افکار درونی باعث میشه که انسان‌ها به طرف افسردگی و اضطراب‌های خیلی بد پیش برن و متاسفانه در بسیاری از مواقع دچار مریضی بشن. برخورد مثبت با یک اتفاق بدی که در زندگی میفته، اتفاق بدو ممکنه از بین نبره. ممکنه برخورد مثبت یک چوب جادویی نباشه که بگیم که یک دو سه غیب بشه اون اتفاق بدی که افتاده، ولی برخورد مثبت باعث میشه که در ذهن من سیم کشی های مثبت انجام بشه، در ذهن من تغییرات شیمیایی مثبت انجام بشه. چگونه؟ با همین مثال از دست دادن کار. فرض کنید میگیم اوکی من کارمو از دست دادم، حالا چی کار باید بکنم؟ باید نگاه کنم ببینم که مهارت های من در چیه، تحصیلات من در چیه، سابقه کار من در چیه. باید سی برم یه مدتی روی آن ایمپلویمنت، تا مدتی که روی آن ایمپلویمنت هستم حالا باید برم رزومه درست کنم، بعد باید برم کمک بگیرم، شاید بهتر باشه برم مدرسه یه دو تا حرفه دیگه یاد بگیرم، شاید مرتب برم رزومه هامو بذارم، با دو سه نفر صحبت کنم. یعنی نشستن این که افکار مثبتم رو جمع کنم و برنامه ریزی کنم، پله بندی کنم که چگونه میتونم به نتیجه مثبت که پیدا کردن کار دیگه هست انجام بدم. این برخورد اون اخراج شدن من رو از بین نبرده، ولی این برخورد سالم باعث شده که مریض نشم، به خودم تشویش های منفی ندم، افسردگی نیارم، روابطم رو با دیگران خراب بکنم، گوشه‌گیر بشم. بنابراین اگر که توجه کرده باشین، تمام کلید مسئله در برخورد انسان با مصائب و مشکلات زندگی هستش. اگر که اجازه بدین به یه سری آگهی های بازرگانی توجه میکنیم و بعد در قسمت دوم برنامه ادامه صحبت هامو میدم. متشکرم. دور جدید برنامه‌های تلویزیونی نبض بازارهای مالی از روز سه‌شنبه 11 جون ساعت 8:15 دقیقه شب، تکرار یک شنبه 5 بعد از ظهر در تلویزیون تصویر ایران آغاز می‌شود. نبض بازارهای مالی شما را با مهمترین و حیاتی ترین تحولات اقتصادی و مالی در تمام کشورهای دنیا آشنا می‌کند. نبض بازارهای مالی با تحلیل‌های اندیشمندانه و آموزش‌های آگاهانه خود شما را نه برای 4 هفته یا 5 ماه آینده، بلکه برای سالیان درازی که در پیش رو دارید، سالیانی که به سنین بازنشستگی می‌رسید، سالیانی که فرزندانتان بزرگ شده و به دنبال تحصیل یا فعالیت‌های اقتصادی‌اند و سالیانی که در دل تلاطمات اجتماعی و اقتصادی و اندوخته‌های کارساز و چاره‌ساز نیازمندید، آماده می‌کند. نبض بازارهای مالی.
آژانس مسافرتی فراز عرضه کننده بهترین سرویس با ارزان‌ترین قیمت‌ها برای مسافرت به همه نقاط دنیا. فراز تراول، مشاور دلسوز شما در امور مسافرتی. تلفن 818 388 1983 و 951 929 9750. farastravel.com. با فراز تراول با آسایش بر فراز آسمان ها پرواز کنید. سبزی با تراوت و تازگی از راه رسید. سوپرمارکت سبزی، بهترین محصولات، تازه ترین میوه و سبزیجات، کامل ترین دلی و مرغوب ترین گوشت و مرغ و ماهی، قنادی و نان داغ را با مناسب ترین قیمت ارائه می کند. سوپرمارکت سبزی، مجهزترین و کامل ترین سوپرمارکت ایرانی در 17461 ونتورا بولوار، شهر انسینو. 818-745-1313. سبزی، تراوت، تازگی در سوپرمارکت سبزی. توجه توجه، حراج بزرگ فرش‌های نفیس را در اریکشو از دست ندهید. روزهای دوشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه از ساعت 6 الی 8 بعد از ظهر از شبکه جهانی تصویر ایران. با سلام مجدد به شما بینندگان عزیز تلویزیون تصویر ایران. همونجور که داشتم صحبت میکردم در رابطه با استرس در زندگی، استرس منفی، استرس مثبت و طرز برخورد با اونها صحبت میکردم. یه مقدار میخوام روی یک سری از سلسله مراتب و طبقه بندی های این که چگونه ما در مغزمون میتونیم منفیگرا باشیم صحبت کنم و بعد شروع میکنم، اگر که وقت باشه امیدوارم که بتونم یه مقدارم راه حل هایی رو بهتون نشون بدم که چطور میتونیم تغییر فکرمون رو از روی تمرکز به منفی روی تمرکز به مثبت بذاریم. یه سری طبقه بندی هایی وجود داره وقتی که ما منفی گرا هستیم. به چه شکل؟ فرض کنید که یک اتفاق بد تو زندگی میفته، مثلا یه دانشجویی کارنامه‌ش رو میگیره، تمام نمره‌هاش 20 یا A و بعد یه دونه 30 داره، مثلا یه دونه 10 داره یا یه دونه 12 داره. اتفاقی که در مغز میفته بهش میگن فیلترینگ. یعنی چی کار میکنه؟ یعنی میاد یه صافی میذاره و تمام جنبه‌های خوب و مثبت کارش رو از یاد میبره و انگار محو میکنه و فقط تمرکزش روی اون نمره 10 یا 12 یا نمره 30 و فقط داره فکر میکنه که من چه شاگرد بدی هستم، من چقدر تنبلم، آیا حالا کارنامه من بد شد، حالا چی کار بکنم، حالا نمیتونم رشته خوبی انتخاب کنم. اینو بهش میگن صافی کردن، یعنی از صافی رد کردن مثبت ها و فقط منفی ها رو نگه داشتن. در صورتی که اگر که بخوایم حقیقت امر رو در نظر بگیریم، بسیار مثبت بیشتر وجود داشته تا یک منفی، بسیار نمره‌های بیشتر بهتر وجود داشته تا یک نمره بد. این متاسفانه یکی از تندنسی‌ها و پتانسیال‌های مغز انسانه که خیلی منفی گراه، یعنی مثبت‌ها رو می‌ذاره و شروع می‌کنه فیلتر کردن و صافی کردن و منفی رو نگاه می‌کنه. بنابراین این یکی از کارهایی که مغز و تفکر منفی انجام میده. یه کار دیگه پرسونالایزینگ، یعنی جنبه شخصی بهش دادن. مثلا فرض کنید شما یهو میشنوید که یه مهمونی انجام شده، مثلا یه گروه 20 نفری هستید که همیشه با هم مهمونی میرین، بعد یه دفعه میشنوین که یه 10 نفر با هم دیگه مهمونی رفتن، یه بقیه رو دعوت نکردن، بعد جنبه شخصی بهش میدیم و این اتفاق خیلی در فرهنگ ما میفته. جنبه شخصی بهش میدیم، حتما دیگه منو دوست ندارن، حالا من چیکار کردم، حالا اونجا دارم پشت سرم حرف میزنن، یعنی جنبه شخصی دادن به مسئله. در صورتی که یه دفعه بعد از یک ماه و نیم که خودمون رو افسرده کردیم و یه عالمه به خودمون تشویش های فکری دادیم و پشت سر همه هم حرف زدیم، متوجه
میشیم که اصلا دلیلش یه چیز دیگه بوده، حالا یا خونه کوچیک بوده یا فقط یه دلیل خیلی چیز دیگه بوده، اصلا مهمونی بعدی هم شما رو دعوت میکنن انگار نه انگار. بنابراین جنبه های شخصی دادن به مسائلی که اتفاق میفته، همه چیز رو اینترنالایز کردن، همه چیز رو به خود گرفتن، اون یکی از منفیگر تفکرات و افکارهای منفیگرا هستش. و بعد کاتاستروفایزینگ یعنی فاجعه به وجود میاریم از یه اتفاقی. مثلا برای مثال چی میتونم بگم، مثلا شما فرض کنید توی رستوران هستین، غذا اوردر دادین، بعد غذاتون رو میارن، غذای اشتباه اوردر دارن. متاسفانه من اینو خیلی شاهد بودم خودم که عزیزا و هموطنا یه دفعه داد و بیداد و جیغ و که این غذا اشتباه، یعنی انگار که یک مصیبتی به وجود اومده، انگار که رفتن توی آشپزخونه نقشه کشیدن که باید این غذای اشتباه رو به اون خانم یا اون آقا سر اون میز بدیم. بعد این منفی گرایی و این برخوردهای منفی تنها کاری که میکنه با برخورد با دیگران ما رو قطع میکنه برخوردهای مثبتمون رو، و تمام اون شبی که اومدیم مثلا شام بخوریم خراب میشه. در صورتی که برخورد مثبت اینه که ویتر و گارسون رو صدا میکنیم، میگین که غذای من اشتباه بوده، لطفاً جدید. معمولا هم خیلی هم با آدم خوب برخورد میکنن و حل میشه. بنابراین من میخوام تمرکزتون رو این باشه که چگونه تجزیه تحلیل های منفی و برخورد به مسائلی که اتفاق میفته که خوشایند ما نیست میتونه برای ما با برخورد منفی این احساس و این برداشت بشه که یک فاجعه به وجود اومده. و بعد یه مسئله دیگه که بهش میگن پولارایزینگ یعنی چی؟ یعنی دو قطبی کردن، یعنی فقط ما دو تا قطب در مسائل میبینیم، یا سیاه میبینیم یا سفید میبینیم، یا بد میبینیم یا خوب میبینیم، هیچ وقت وسط رو نمیتونیم ببینیم. یک ذهن منفیگرا، یک فردی که تفکراتش تمرکزش رو منفیگراییه، وسط رو نمیبینه، فقط سیاه و سفید و بد و خوب میبینه، راه حل رو نمیبینه، اون وسط راه حل هستش. حالا اینا داینامیک ها و ترکیبات و عناصر تفکرات منفی و چگونه مغز میتونه منفیگرا باشه بود. حالا چطور میتونیم یک شیفتی بدیم، یک تغییر و تحولی بدیم در رابطه با اینکه افکارمون رو مثبت بکنیم؟ اولین راه حلمون اینه که بیایم تمرکزمون رو عوض بکنیم. اولین راه حلمون اینه که بیایم برداشت هامون رو عوض بکنیم. اولین راه حلمون اینه که وقتی یک استرس فاکتور، وقتی یک اتفاق بد در زندگی میفته، یه مقدار خودمون رو عقب بکشیم و این اتفاق رو از زوایای مختلف نگاه بکنیم. از زوایای مختلف نگاه بکنیم و ببینیم چی شده، به چه شکلی اتفاق افتاده، و به جای اینکه از خودم بپرسم چرا چرا من چرا وای وای وای، به جای سوال کردن چرا میام سوال میکنم که چگونه من میتونم این اتفاقی رو که افتاده که خوشایند نیست در زندگیم یک نتیجه مطلوبی ازش پیدا کنم. بنابراین تمرکز من روی اون اتفاق بد، اون فاجعه، اون صافی کردنه که همه چیزای خوب از بین رفته، اونا رو توی مغزم عقب میزنم. توی مغزم میام میبینم که خیلی چیزای خوب در زندگی من مونده، خیلی سعادتهای خوب در زندگی دارم، ولی یکی از گوشه های این زندگی یه مقدار لغزش پیدا کرده. چگونه من میتونم با تمرکز مثبت روی این فکر بکنم؟ همونطور که گفتم، اگه مسئله اینه که دنبال کار میخوام برم، دنبال درس میخوام برم، اگه مسئله اینه که از یک رابطه اومدم بیرون، هر مسئله‌ای که وجود داشته باشه، اگر که بخوام اینطوری راجبش فکر کنم که این فاجعه نیست، آخر دنیا نیست، حتما راه حلی داره، همه چیز در زندگی عوض میشه، اصولاً قانون زندگی و هستی اینه که مرتب همه چیز عوض میشه، هیچ چیزی به شکل ثابت نمیمونه، این افکار بسیار میتونه کمک کنه به من، به اینکه قدرتی به من بده که بتونم دنبال راه حل بگردم. یکی از بهترین تمرین هایی که میتونید بکنید اینه که روی گفتارهای درونیتون تمرکز کنین. ما همه گفتارهای درونی داریم، گفتارهای منفی، گفتارهای مثبت. گفتار منفی، ما همه هم با خودمون حرف میزنیم، گاهی وقتا هم بلند ممکنه این حرفا بیاد بیرون. گفتارهای منفی اینه که میشینیم با خودمون غصه میخوریم، فکر میکنیم آی کارمو از دست دادم، آی اینجوری شده، آی پول ندارم، آی مرسم، آی شوهرم، آی بچه‌م، آی دوست دخترم، آی دوست پسرم. این گفتارهای منفی مرتب
اگر که ما یاد بگیریم که در ذهنمون دو جور گفتار داریم، گفتار منفی و گفتار مثبت، اون آگاهی که ما پیدا می‌کنیم از گفتار منفی میتونه خودش یک ابزاری باشه که بتونیم به خودمون کمک کنیم و گفتار مثبت رو بیاریم بالا. یعنی چی؟ یعنی وقتی من یه اتفاق بدی برام افتاده، خودمو پیدا میکنم، خودمو استاپ میکنم که اوکی، الان من باید گفتارهای مثبتمو بیارم بالا. مثبت ها چیه؟ شروع میکنم تمام چیزهای خوبی که در زندگیم هست به خودم میگم، من اینو دارم، اینو دارم، این هستش، این از دست نرفته، قدرتمو دارم، سلامتیمو دارم، فکرمو دارم. این مبارزه گفتار منفی و مثبت دست خودتونه، برای اینکه در نهایت فکر از جای دیگه تو سر ما نمیاد، فکر با دست خودمون تو سر ما میاد. افکار ما در قدرت خود ما هستن، بنابراین همون جور که من قدرت به افکار منفی دارم، به همون شکل هم قدرت در افکار مثبت دارم. بنابراین این اینر دیالوگ هاتون و این گفتارهای درونیتون و منفی و مثبت ها رو ازش بهش آگاه باشید و با آگاهی عوضشون بکنید. به خودتون قدرت تصمیم و انتخاب بدید و با آگاهی عوضشون بکنید. اگر که هر راهی که تا حالا تو زندگی رفتید نتیجه مطلوب نگرفتید، یعنی چی؟ یعنی باید راهتون رو عوض بکنید. درست مثلا مثل ورزش، یه کسی که داره بسکتبال بازی میکنه و میخواد هی توپو بندازه توی اون بسکت و نمیتونه، مربیش میاد بهش میگه ببین از یه زاویه دیگه به این بسکت نگاه کن، یه 2 میلیمتر خودتو عوض کن، یه ذره بیا این ورتر، بعد اینجوری پرت کن، و این دفعه پرت میکنه و به هدف میخوره. دقیقاً همینطوره در مسائل ما. شیفتتون، تمرکزتون رو اگر یه ذره عوض بکنید، یک تمرکز فکری، یک شیفت فکری اگر انجام بدید، با یک زاویه دیگه به مسائل نگاه بکنید و یک قدم‌های مثبت و قدم‌های که فرق می‌کنه با قدم‌های قبلی وردارید، من بهتون قول میدم که به نتایج بسیار مطلوب‌تری خواهید رسید. و دیگه از کارهای دیگه‌ای که میتونید بکنید، برای مثال یک نوع هولستیک اپروچ داشته باشید، یعنی یک همه جانبه برخورد بکنید با مسائلتون، روح و جسم و جان و مغز و بادی و مایند بادی سول، اینا همه با هم در همبستگی هستش. بنابراین برای اینکه انسان مثبت تری باشم، برای اینکه سالم تر باشم، باید به فکر بدنم باشم. یعنی چی؟ یعنی یکی از بهترین راه حل هایی که انسان میتونه مثبت تر باشه و کمتر تشویش های فکری بکنه، ورزشه. شما چه دکتر برید، چه روانشناس برید، چه کاروپراکتر برید، چه هر جایی برید، به شما توصیه میکنه که ورزش بکنید. ورزش، فعالیت های بدنی، غذای سالم، نوتریشن سالم، تغذیه سالم، و بعد یک سرگرمی برای خودتون درست کنید. ما انسان‌ها انقدر مکانیکی شده زندگیمون، سرگرمی یادمون رفته. کلاس رقص، کلاس آواز، کلاس نقاشی، سرگرمی برای خودتون درست کنید که اون حالت پناهگاهتون باشه که بتونید باش مدیتیت کنید، و بعد مدیتیشن خودش چقدر میتونه کمک کنه. بنابراین ببینید اگر که ابزار و آلاتی رو که در اختیارتون هست که بتونید مثبت‌تر تو زندگی باشید، تمام این یکی رو که تمام این چیزهایی رو که یکی یکی مثال زدم به عنوان ابزار به استفاده بکنید، و در این حال از درون شروع کنید خودتون رو و طرز تفکرتون رو عوض کنید، بهتون قول میدم که بسیار نتایج مطلوب تری در زندگی پیدا میکنید، و بهتون قول میدم که دیگه مصائب زندگی و ناراحتی هایی که اتفاق میفته اونقدر تکان دهنده نخواهد بود، بلکه شما رو بدون اینکه تکون بخورید در یک جای ثابت میذاره و بهتون کمک میکنه و قدرت میده که بتونید راه حل برای اون مسائل پیدا بکنید. وقت برنامه من در اینجا تموم شده. با تشکر از همه شما عزیزان که به این برنامه توجه میکنید، با تشکر از کارگردان عزیز آقای اندرو و مدیر تلویزیون آقای میرچی که به من این وقت رو میدن که در خدمت شما باشم، تا هفته آینده همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار. دکتر عباس میلانی در کتاب نگاهی به شاه، جهت سفارش از سراسر دنیا به وبسایت www.abbasmilani.net مراجعه فرمایید.